با درود بر شما بینندگان گرامی برنامه سپید و سیاه، من الهام ستاکی به همراه مهدی آقازمانی برنامه دیگر از سری برنامه های سپید و سیاه رو تقدیم حضورتون میکنیم. من هم عرض احترام و ادب دارم به شما بینندگان خوبی که با ما در ارتباط هستید و البته بیننده این برنامه. جا داره الهام همین ابتدای برنامه از همه شما دوستای خوب که توی این مدت کوتاه این همه محبت رو شامل حال من و برنامه سپید و سیاه و همکار خوبم خانم الهام ستاکی کردید سپاسگزاری کنم. از پیام های شما در فیسبوک بسیار سپاسگزارم، از اینکه ما فیسبوکی رو به طور رسمی اعلام نکردیم اما محبت شما شامل حالمون شده و حتی به تلفن هایی که مربوط به آگهی های این برنامه هست تماس گرفتید و در واقع لطف کردید، بذل محبت کردین، قدرشناسانه سپاسگزاری کنم. بی تردید همه ی هدف ما جلب رضایت شما، ساختن لحظه هایی همراه با آگاهی و دانش و البته شادی و لبخند که حق مسلم ماست. نه؟ 100%. من یه سوال، همیشه تو از من سوال میکنین، دفعه من میخوام ازت سوال کنم. من سوال نه، گردنم از مو نازک‌تره. خب وقتی یه جایی میخوای حق تو بگیری، همین مثلا همینجا وقتی که ما داریم کار میکنیم، اگه یه موقعی اتفاقی بیفته بخوای حق تو بگیری، چجوری حق تو میگیری؟ من چیکار میکنی؟ من گفتم گردنم از مو نازک‌تره، ولی دیگه خیلی سوالات سخت بود، خیلی بدجنسیه، سوالای سختی میپرسه که آدمو بذاره یه جایی که نتونی جواب بدی. ولی من فکر میکنم، که راه های مختلفی برای اینکه آدم حقشو بگیره وجود داره. یه وقتی هست که تو از در مذاکره و گفتگو در میای، یه وقتی هست که از در اعتصاب و اعتراض در میای، یه وقتی هست که از در دعوا و مشاجره در میای. بستگی به خود آدم داره اینکه آدم روحیش چیه و چگونه است، اما در مجموع شاید بهترین راه اینه که وقتی به زندگی خصوصی خودت نگاه میکنی، پتانسیل های شخصیتی تو میشناسی، جامعت و طرف مقابل تو و خیلی مسائل دیگه همه رو در هم تلفیق کنی. و فکر میکنم تنها جایی که آدم حقش همیشه پایمال میشه اونجاییه که در مقابل تضییع حقوقش سکوت پیشه کنه. و پیشه کردن سکوت من مطمئنم دردی رو درمان نمی کنه. اگه یه جایی وقتی دیدیم حق ما، حق کس دیگه ای در حال ضایع شدن هست و سکوت کردیم، مطمئن باشیم که این سکوت بیشتر و بیشتر البته باعث تضییع حقمون میشه. میدونی یه جورایی یاد اون مثال خیلی قدیمی میفتم. من همیشه اعتقاد دارم ضرب المثل های قدیمی ها رو باید با آب طلا بالای سردر زندگیمون بنویسیم، که میگفت ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بابت بر گوسفندان. یعنی واقعا اگر یه کسی داره ظلم میکنه و در مقابلش سکوت کنیم و بهش احترام بگذاریم و بگیم خب باشه تو، حالا اینم که ظلمشو میکنه، ناخودآگاه شریک ظلم ظالمی. چطور حالا این سوالو پرسیدی؟ افشار دوست و همکارمون که این روزها دست یاری به برنامه سپید و سیاه داده، ویدیویی رو انتخاب کرده در رابطه با این که بریم اینو ببینیم، ببینیم که این شخص در این ویدیو چجوری حقشو میگیره. ببینیم.
خیلی خوب بود. تنکیو از همکارا. مرسی بچه ها. میدونی من اینو که دیدم به این فکر کردم که آدم بس در مقابل یه رویداد نامربوط، یه اتفاقی که به غلط اپیدمی میشه تو جامعه جا میفته، مردم یاد میگیرن که همین تعرضای کوچولو رو به حقوق همدیگه بکنن و بعد اینا باعث میشه که مردم خودشون با هم دشمن شن. یه چند وقت قبل یه ویدیویی رو نشون دادیم توی همین برنامه که توی اون یه معلم به دوتا دانش آموز یاد میداد که همدیگه رو کتک بزنن، تخم دشمنی و کینه رو تو دلشون میکاشت. این رفتارا تو جامعه هم باعث میشه که شرایط به گونه‌ای پیش بره که مردم عادت کنن به اینکه حقشون ضایع بشه و بعد به یه سری تضییع حقوق، به یه سری مسائل عادت کنن. این ویدیوی دیگه هم هست از همین مجموعه هایی که تو بهش اشاره کردی که افشار آماده کرده برامون، که خیلی نکته جالبی توش نهفته است. فکر میکنی مثلا راستگو بودن حق ماست یا نه یه امتیازه که ما به خودمون میدیم؟ راستگو بودن حقمونه و قبل از اینکه حتی حق اون باشه وظیفه‌مونه. یعنی اساساً اینکه آدم راستگو باشه کار عجیب غریبی نیست. اساساً آدم باید راستگو باشه، حقیقت رو همیشه مطرح کنه، راست بگه. حالا و... دروغ مصلحت آمیز و بدمیانی خورده مثلا، یا حتی اینجا میگن وایت لای، یعنی دروغ سپید، اینا رو چجوری میخوای این وسط میانه راستگو بودن؟ والا من نمیدونم چی بگم. یعنی همیشه یه بحث خیلی جدیه. یعنی واقعا بیاییم بهش فکر کنیم، به اینکه ما تو اسلام یه چیزی داریم به نام تقیه یا دروغ مصلحت آمیز، یا به قول الهام اینجا دروغ سفید، یه چیزی که آدم ها مجبورن تو شرایط این دروغ رو بگن، بلن یه هزار تا شرط براش میذارن، 400 صفحه رساله مینویسن که آقا اینا یه شرایطی داره اینا. اما اساسا دروغ گفتن کار درستیه. اینکه ما به بچه‌مون بگیم که سر صبح ساعت 8 صبح بلند شو لنگ ظهر شد، خدا وکیلی ما با همین دروغا زندگی میکنیم الهام، با این دروغا بزرگ میشیم، یاد میگیریم و با همین دروغاست که شخصیتمون شکل متاسفانه میگیره و بعدم توقع داریم که این اتفاق نیفته. در حالی که یادمون نره داریوش بزرگ در اون کتیبه باستانی که نوشته کشور ایران رو، کشور خودش رو، کشور ایران رو از سه بلا به خداوند میسپره: خشکسالی، دشمن و دروغ. دروغ رو به اندازه خشکسالی که ریشه های باور، ریشه های باروری رو در جامعه از بین میبره، به اندازه دشمن که امنیت جامعه رو از بین میبره، مهم تلقی میکنه و یه مسئله خیلی جدی در جامعه میدونه. حالا من اینا رو گفتم که این ویدیو رو ببینیم. میدونیم که رادیو تلویزیون دولتی ایران به دروغگو بودن مشهوره. دیگه اصلا جای صحبت نیست. از اینکه یه خانومی صبح تا تو رخت خواب با روسری از خواب بلند میشه، یا هزار تا مسئله دیگه که مادر و بچه حق ندارن همدیگر رو لمس کنن، یا هزاران ماجرای دیگه از این حرفا که توی رادیو تلویزیون دولتی ایران از سریالا گرفته تا برنامه‌های زنده و ضبطی و مسابقه ها و هزار تا مسئله دیگه دیده میشه. ولی راستگو بودن قدم اوله در اعتراض به اینکه من نمیخوام دروغگو باشم، در اعتراض به اینکه به حریم من تجاوز نکن آقای حکومت و دستگاه و حالا هر چی، فرهنگ و هر چی که هستی، ماشین تو نیم متر ببر عقب‌تر تو حریم خط عابر پیاده‌ای که منم و پیاده روی خط زندگی قدم میزنم پارک نکن، بگذار مسیر حرکت من باز باشه. یه هنرمند خوب کشورمون رحیم نوروزی صداقت رو دلیل اصلی میدونه در گفتگو با مردم و حتی حاضر نیست ریاکارانه قبول کنه که عشق به مردم او رو در یک ساعتی از شب به تلویزیون میاره. عشق مردم جای خودش، اما اگه عاشق مردم باشی باید بهشون راست بگی. من عزیزم همینجوری فکر میکنه. من فکر میکنم عشق رو نشون دادی در رفتارت، چون دیشب یه کار سنگین تئاتر روی صحنه به خاطر مردم، امروز خوشاشیراز به خاطر مردم با همه خستگی ها. این عشق چقدر تو کارت وجود داره؟ راست بگم؟ راست بگو. اینجا یه پولی دادن من اومدم. اون که درست، به هر حال یه جورایی باید لطف هنرمندا رو جبران کرد. برنامه زنده و گفتگو اصلا لذت نمیبرم، چون حرفای تند و تیز نه، مردم باید با نقش‌های من مواجه بشن. من باید در حال همیشه گفتم بازیگر باید تو حالی از رمز و راز باشه، برای خودم میگم یه کاوری باشه کشفش نکنن خیلی، همیشه دلشون بخواد ببیننش توی هیئت نقش‌های دیگر. کاسب نیستم بگم که الان مثلا به خاطر پول هر کاری میکنم، ولی داریم گفتگویی هم میکنیم. من مرتضی پاشایی رو نمیشناختم،
نمیدونم عاشق بوده نبوده چی بوده، خداوند یه عزتی هم به ما بده بعد مردن انقدر عزیز بشیم. خیلی آدم ها رو نمیدونم این حجمه ای که بوده، این داستانی که دنبالش را افتاده واقعا به خاطر چیه. من اولین بار فکر کنم چند ماه پیش دیدم یه آقایی با کلاه و خدا رحمتش کنه اومد توی برنامه یه دیدم اومد و با صدا گفتم این آهنگه به گوش من آشناست، این کیه که اینو خونده؟ و اولین بار اونجا دیدم، دیگه ندیدم تا این اتفاق رو خبرش شد. البته همینطوره ها، ما خیلی وقتا آدم های ارزشمند دور و برمون رو من خیلی دیر نه. آره و دیر پیدا میکنیم. من موسیقی پاپ نوین این روزها رو تغییر نمی کنم، گارد دارم بهش گوش نمیدم، برای همین اینا رو نمیشناسم. شاید یه شاخصی مثلا یکی دو تا رو رضایی یزدانی اینا رو شنیدم، ولی این بنده خدا رو خدا رحمتش کنه. البته همین نوع رفتار شما توی تلویزیون هم به نظر من یه جورایی قابل احترامه، چون رایم نوروزی خیلی صادقانه داره حرفشو میزنه، آقا نسبت به یه چیزی ابراز نظر نمیکنه، یا علمش رو نداره یا در موردش تحقیق خاصی نکرده، اطلاعاتی نداره. این خیلی خوبه. ما اگر بتونیم صداقت رو درک کنیم و روکیگویی و صراحت لهجه رو البته در احترام متقابل این رو یه نقشی بهش بدیم تو زندگیمون، فکر میکنم همیشه هم خوب نیست چیزا. ما مجبوریم یه جایی دروغ بگیم دیگه، دروغ بگیم که آدما رو نگه داریم اذیت نشن. راست گفتن با کاراکتر خودمون، مواجه شدن با جامعه و دیگران رو آزار میده. واسه همین من بیام اینجا کاراکتر خودم رو میارم. دروغ اون شکلی که دوست دارید نمیگم بهتون، بعد تیز میشه. ما دروغ دوست نداریم ولی حالا چون در مورد نقش خواستیم، ولی آقای آزادی من از تهران تا یزد میدونین چه مسافت طولانیه. آره مرتضی پاشایی رو صداش رو گوش میدادم تا یزد، یعنی خودم عاشقانه دوستش داشتم. اینجا به من میگن که اونجوری یواش اینجوری، در یک در این چند سال بی نظیر بود، خیلی اثرگذار بود صداش. زنده باشین. من کیف کردم. آره خیلی خوب بود. همین البته جرأت هم میخواد، حالا آدم باید به این مثلا فکر کنه، چون که در این ارتباط خیلی صحبت شده و هر کسی که اومده حرفی زده مردم یا بهش توپیدن در مورد مرتضی پاشایی، یا اینکه اصلا کلن وقتی که الان آدم روی اینترنت یا فیسبوک یا کلن هر چی که نگاه میکنی، مطالبی که نگاه میکنی در این مورد خیلی سیاه و سپید شده، خیلی بالا پایین. میدونی من فکر میکنم این کار ایشون هم واقعا جرأت میخواد و این جرأت رو مضاف بر اینکه من فکر میکنم ماها، حالا حداقل نسل جوان ایران، من تو خیلی دیگه مثل من و تو و همسن و سالای ما و بچه‌هایی که با یه فاصله سنی 7 8 ساله از ما کوچیک‌تر و بزرگتر هستن، یعنی نسلی که نسل امروز جامعه تحت تاثیر موجای رسانه‌ای قرار می‌گیرن، یه دفعه یه اتفاقی رخ میده جامعه رو تحت تاثیر میذاره، میشه حرف اول تو رسانه‌های اجتماعی و بعد به مرور فراموش میشه، یه اتفاق دیگه میاد جاشو میگیره، یه رویداد دیگه میاد جاشو میگیره. ما توی کار رسانه‌ای بهش میگیم خب تاریخ اعتبار یه خبر یا یه رویداد یا یه جریان طبیعیه، سوژه بیات میشه، ولی خب واقعا هم گاهی وقتا میبینیم که اومدن یه سوژه تازه باعث میشه که ارزش‌های یه ماجرای مونده از بین بره. دقیقاً. و اون هم مسئله اسید پاشی در ایران هستش که این مسئله هستش که واقعا هیچ وقت نباید فراموش بشه. من فکر میکنم که حتی اگر پیگرد قانونی هم پیدا کنه و اون اشخاصی که این اتفاق این کار رو انجام دادن اصلا بگیم پشت میله های زندان هم رفتند، اما با این حال این مسئله، یعنی اون چیزی که ازش این داستان آغاز شد، دلیل این مسئله رو باید رفت دنبالش، به خاطر اینکه این دخترها هیچ وقت، همونطور که فیلم چند روز پیش فیلم ماریا رشیدی و گفتگو با ماریا رشیدی رو دیدیم، ماریا رشیدی زیر جراحی پلاستیک، اگه بیش از 30 بار زیر جراحی پلاستیک رفته اما هنوز این صورت برنگشته. این اشخاص هیچ وقت زندگیشون برنمیگرده. بنابراین همینطور که گفتی مسائل رسانه‌ای وقتی که اتفاقهای دیگه ای میفته، یه سری از مسائل هیچ وقت نباید فراموش بشه و دوباره و دوباره و دوباره باید بهش پرداخته بشه، به خاطر اینکه بخصوص این مسئله رو، حالا اگر از مسئله مذهب هستش، مسئله فرهنگ هستش، هر چی که هست حتما باید بهش بیشتر و بیشتر در ارتباط با این گفتگو داشته باشن تو رسانه ها. من فکر میکنم این مقدمه ای که گفتی، یعنی این که یه ویدیویی در این زمینه آماده کردی ها؟ یک ویدیویی هستش که یه کارتونی هست که با سلیقه بسیار زیبا ساخته شده
بریم این کارتون رو ببینیم. ببینیم. انهدام بزرگترین گروه ضد اخلاقی به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه صاحب الزمان اجل الله فرجه. این افراد که با سرویس‌های جاسوسی هم در ارتباط هستند توسط عناصر اطلاعات سپاه اصفهان دستگیر شدند و به اعمال مجرمانه خود اعتراف کردند. آقا نگم زشته. خب چرا زشته؟ خب به دلیل اینکه اسم زشتیه، اسم اون پروفایل. چشمان بیدار کارشناسان سایبری اطلاعات سپاه شبانه روز شبکه‌های اجتماعی را رصد می‌کند. مرسی از بچه‌های خوب ایران وایر که این کار رو تولید کرده بودند و ما همون رو تونستیم اینجا پخش کنیم و اولویت‌ها رو نشون بدیم. آره خیلی جالب بود. دیدی مثلا میگه که خب همه چی امنه، همه چی امانه، ولی یه کسی که میاد تو فیسبوک یه کامنتی میذاره یا یه همچین کاری میکنه بلافاصله آی وضعیت قرمز حمله میکنه، بعدا با افتخار میان تو رادیو میگن که نیروهای ظفر آفرین نیروی انتظامی جمهوری اسلامی توانستند که یک شبکه جاسوسی. بابا طرف دو تا کامنت یه دونه لایک دیده بودی مثلا میگفتن که چی داشتی؟ میگفت دو سیخ کوبیده یه گوجه. خب خلاف شما چی بوده؟ دو تا کامنت یه دونه لایک یه دونه پوک میدونی؟ خیلی جالبه. مثلا چرتگرم میندازه میگه خب 5 سال زندان، 2 سال زندان، چرا عضویت در فیسبوک شبکه های جاسوسی؟ ولی جاسوسیه دیگه. حالا اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه امنیت ملی. ولی میدونی به نظر من اقدام علیه امنیت ملی چیه؟ اقدام علیه امنیت ملی اینه که آدم کشورش رو، یه حکومت کشورش رو و مردمش رو قربانی یه ایدئولوژی هایی بکنه که اولا در زندگی روزمره مردم نقشی نداره، دوما همین مسئله دستمایه‌ای میشه برای اینکه ذهنیت دنیا نسبت به یک کشور فعالیت‌های گوناگونش در عرصه‌های مختلف مکدر باشه و اون وقت ماجرای مثل همین داستان کشدار مذاکرات هسته‌ای که بازم به نتیجه نرسید و معلوم نیست حالا در آینده چه اتفاقی هم بیفته شاهد باشیم که همچنان حقوق مردم ما تضییع شه و تضییع شه. الهام خیلی جالبه برای من که همزمان با همین بحث‌ها و گفتگوها یه انیمیشنی، یه تریلر، یه پیشنمایش، یه انیمیشنی که قاعدتاً باید یا یه فیلم سینمایی یا یه کارتون چند قسمتی باشه برای گروه سنی نوجوان از طرف یه مؤسسه رسانه‌ای و انیمیشن سازی در ایران پخش میشه در فضای مجازی و به شدت هم میگرده که توی این انیمیشن یه حالت هالیوودی درست کردن با میلیون‌ها
تومن یا میلیون ها، نمیدونم واقعا هیچ تصوری در مورد هزینه ساختن یه همچین انیمیشنی با یه همچین کیفیت بالایی من ندارم واقعا، ولی میدونم این کار بسیار پر هزینه ایه. چند دقیقه خیلی کوتاهه، اما نشون میده که یک جنگ جهانی بین ایران و اسرائیل در گرفته و نمیدونم ایران به اسرائیل حمله کرده، تانکای ایران رسیدن، اتحاد اسلام به رهبری ولی امر مسلمین و مثلا با شعارها و بخشایی از صحبتهای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی این کار رو تکمیل تر کردن. سوال من اینجاست، مخاطب اینا کیان؟ بچه‌ها، بچه‌هایی که دوست دارن فیلمای پر مثلا تنش پر هیاهو ببینن، فیلم های اکتیف ببینن، شاد ببینن، اون چیزی که ما حالا مثلا بهش میگیم اکشن، حالا من نمیدونم واقعا واژه درستی که میتونیم براش بذاریم تو فارسی چیه، ولی همین فیلم های اکشن که فکر میکنم بچه های ایران هم خیلی این واژه های انگلیسی رو میشناسن استفاده میکنن، مثلا میشه ایرادی نیست که به زبون خود بچه های کوچه و بازار صحبت کنیم. بعد نیست اینو ببینیم تا ببینیم که چجوری مغز بچه های فردای ما رو دارن میشورن. یادمون نره بچه هایی که این جور کارتون ها رو میبینن تحت تاثیر این روایت حماسی به هر حال انگوش گذاشته میشه رو نقاط احساسی که بچه ها دوستش دارن، دوست دارن دین خودشون بالاتر باشه، کشور خودشون بزرگتر باشه، کشور خودشون مهمتر باشه، قدرت باشه، اینا رو هممون دوست داریم. مگه میشه ما بگیم ما دوست داریم به کشور ضعیف خرد شده داشته باشیم؟ مگه میشه ما بگیم دوست داریم آدمای عقب مونده ای باشیم، آدمایی باشیم که توی جنگ توی زندگی شکست میخوریم؟ نه، دوست داریم موفق باشیم. ولی این گفته درست است، اما همزمان خدا رو سپاس توی این 30 سال من چیزی که دیدم اینه که با وجود تمام شستشوی مغزی که ما میبینیم، اما جوانایی که حالا همونطور که خودت گفتی نسل من و تو نسل انقلاب هستش، و اما نسل بعد از ما که باز اونها را هم وقتی که میبینیمشون نمیدونم چرا اینا چی کار میکنن که اون تأثیری که میخواد نمیذاره روشون. یعنی میشه. اگر یادت باشه وقتی که 57 انقلاب شد، این انقلاب اسلامی شد، خب یکی از کارهایی که اینا میخواستن بکنن این بودش که جمعیت ایران زیاد بشه، از 36 میلیون رسید به 70 میلیون. چرا؟ به خاطر اینکه بچه های انقلاب، یعنی در واقع میخواستن گروهی رو بسازن که شستشوی مغزی داده شده و از یک گروه بسیج بچه های انقلاب. ولی ما هم اگه بچه های انقلاب نیستیم. ولی یادت نره ما رو با یه آخوندی که پای تخته با تو تا دستش مینوشت قرینه همدیگه شستشوی مغز میدادن، بچه های امروز رو اینطوری. نیتشون عوض نشد، دستکش مخملی روی پنجه چودنی کشیده باشید و دستتون دراز کنید، ما دستمون دراز نمی کنیم. لبخند و روی خوش تاکتیکی بچه ها رو فقط فریب میده. یک ملت بزرگ با این تجربه، مسئولین برگزیده یک چنین ملت اگر فریب بخورن خیلی باید ساده لوح باشن. اسرائیل تا به حال اقدام به شلیک چندین موشک هسته‌ای به خاک ایران اسلامی کرده که این حملات هر بار توسط سپر دفاعی قرارگاه خاتم الانبیا رهگیری و خونسا شدند. سازمان ملل در اقدامی معنادار ایران رو دعوت به خویشتنداری کرده، اما اقدام جنایتکاری جمهوری اسلامی عقب نشینی نخواهد کرد. آمریکا هم هیچ غلطی نمیتوانه بکنه. پرنده های اسرائیلی در تیررس شما هستند. بیایید بهشون نشون بدیم ایرانی ها همیشه لبخند نمیزنن. اعلام به تمامی واحد ها، درگیر میشیم، درگیر میشیم. اینجا سپر تاکتیکی ذوالفقار 5. تمام شبکه های رادارهای در حال کشف و جستجوی اهداف برای درگیری در سطح شماره 3 هستند. شنیدم به شلیک ادامه میدین. تمامی واحدها آماده درگیری هستند. اعلام به تمامی واحدها آماده برای انجام تله پدافندی در سطح شماره 3. طبق گزارش های رسیده ستونهای زرهی سپاه اسلام پیشروی خودشون رو به سمت نقطه اصلی شهر یعنی مسجد الاقصی آغاز کردن. شهرهای مهم تلاویف و حیفا عملا خالی از سکنه است.
جمهوری اسلامی دنبال استقلال خودشه، دنبال آزادی خودشه. اینا حقوق این ملته. به این حقوق هر کسی تعرض بکند، ملت ایران با همه وجود او رو به زانو در خواهد آورد. اسکاترون شماره 14 اجازه درگیری تایید میشه. دریافت شد. چند فروند موشک اسرائیلی در تیررس ما هستن. شلیک کردن. خدای من بمب فجر شد. ولی یه چیز بگم، مردم ما عاشق صلحن و باور نمی‌کنم هیچ ایرانی باشه که چیزی جز صلح و دوست داشته باشه. من به همه سیاستمداران بزرگ دنیا به عنوان یه شهروند ایرانی این رو میگم، ما عاشق صلحیم، مردمی صلح دوست که همیشه صلح رو دوست خواهیم داشت. یادآوری میکنم صحبت‌های اصغر فرهادی رو وقتی که داشت جایزه اسکار میگرفت و فریاد کشید مردم من صلح دوستند، مردم من عاشق دوستی، برابری و مساواتند. ما همچنان همون آدم هاییم. اما الهام، میخوام یه چیزی بهت بگم. توی خیلی از ممالک دنیا رسمی که عکس فرد اول مملکت رو یا افراد اول مملکت رو میذارن بالای دیوار، مثلا به جای این عکس کلاقی که پشت سر منه، مثلا عکس مثلا یه رئیس جمهوری، یه نخست وزیری، این کلاقی که پشت سر منه، عکس نخست وزیری، رئیس جمهوری، رهبری، کسی رو میزنن بالا سرشون. تو ایران هم این مرسومه. ما دیدیم که زیر عکس روح الله خمینی و علی خامنه ای بچه‌ها رو کتک می‌زدن، اگه یادت باشه توی چند شب پیش این ویدیو رو که پخش کردیم خیلی برامون هم نکته جالبی بود و توجهمون رو جلب کرد. حالا میخوام بگم که فرض کن آدمی که این بالا نشسته و عکسش به عنوان شخص اول مملکت اون بالاست، دستش تو سفره مردم باشه، نون مردم رو، روزی مردم رو از دستش دره، چه حس و حالی داره؟ بریم ببینیم چه حس و حالی. آره ولی یه ویدیویی داریم در آره، مورد. آره قطعا داریم که دارم نمودی صحبت میکنم. یه ویدیوی کمیک طنزه، یه دوربین مخفیه. ولی واقعیت قضیه اینه که وقتی من این دوربین مخفی رو میدیدم الهام، احساس میکردم واقعا زندگی ماست. یاروی که عکسش رو به عنوان امام و رهبر و نمیدونم رئیس جمهور اون بالا زدن و مظهر پاکی و عدالت و عدل علویه، همین جوری دستش تو سفره من و تو نگاه کنیم. خب البته اگه آدم به مرور زمان، حالا اینا سورپرایز می‌شدن، ولی آدم اگه بدونه فکر کنم مثلا چجوری میشه که دست اون کسی رو که میخواد دست درازه کنه به سفرتو بزنی، اما یاد بگیری چجوری دستش رو کوتاه کنی از سفرت. آره این کار درسته، اما امیدوارم نشه مثل هزاران سال قبل که مردم، رعیت‌ها، وقتی که کشاورزی می‌کردن و سهم ارباب کنار میذاشتن، میدونستن که تو سفرهشون یه سهمی مال یه کس دیگه است. میدونین
یاد بگیریم، از حقمون دفاع کنیم. همونجور که الهام گفت، دست کسی که دستش رو در سفره ما میکنه، درست مثل ماشینی که وارد خط عبور عابر پیاده‌ای که من و تو هستیم میشه، ببریم و اجازه ندیم سفرمون رو کسی با زور از دست ما در بیاره. بله. خب داریم به پایان برنامه میرسیم و امروز از دست درازی و دروغ و اینجور چیزا صحبت کردیم. چطوره اقلا با این آرزو برنامه رو به پایان برسونیم که صلح نمیتونم حالا از این چیزای کلیشه‌ای، حرفای کلیشه‌ای که بگیم که مثلا صلح جهانی فلان اینجور چیزا، اینا خلاصه آدما، ولی الان فهمیدم. دیدم تو قبل از برنامه نشسته بودی داشتی یه موسیقی گوش میکردی، بعد به خودم گفتم که مثلا شاید داره ریلکس میکنه، میخواد بیاد روی ست جلوی دوربین وایسته با مردم صحبت کنه، داره با این موسیقی ریلکس میکنه. نبه میخواستی باز منو سورپرایز کنی، من بی موقع رسیدم تو اتاق کار تو. خب چی بود، چی گرفتی از این موسیقی تو؟ والا من اون لحظه احساس کردم تو داری ریلکس میکنی، بعد گفتم حالا چرا با یه همچین آهنگی، یا آهنگ مثلا عاشقانه آروم میذارن، یا یه موزیک لایت میذارن باش ریلکس میکنن. اما تصور کنه سیاوش قمیشی رو برای شما انتخاب کرده که پخش کنه، لش میدم که سورپرایز نشید. انتخاب خیلی خوبیه، مخصوصا تو این فضایی که مذاکرات هسته‌ای باز دوباره تمدید شده. یادآوری کنیم به همه مردان سیاست در دنیا که ای کاش هیچ کجای دنیا پای هیچ بچه‌ای روی مین نره، هیچ بمبی منفجر نشه، و از همین حرفای کلیشه‌ای که الهام دوست نداره اما واقعا برای خیلی از ماها آرزوه، از زندگی کوچک و خودمونی خودمون تا بزرگترین قراردادهای بین المللی که همه دول و سران دول دنیا در اون سهیم و شریکن. تا برنامه بعدی شاد و پیروز باشید. تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نه هنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و بارود، بدون ظلم خودکامه، بدون وحشت و تابوت، جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تا
تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آقای عالم نیست، برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه ی گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویان.